سلام دوستان وقتتون به خیر و شه در روزهای گذشته فیلم ها و تصاویری در تلویزیون ایران منتشر شده که توجه خیلی ها رو به خودش جلب کرده فیلم ها و تصاویری که از این جهت قابل تعمل هست که در شبکه قرآن ایران داره پخش میشه مسئله هست بیرامون باکو در شبکه قرآن داره پخش میشه بخشش رو با هم دیگه بررسی خواهیم کرد بس صحبت های یک کارشناس ارمنی که به تلویزیون ایران اومده اونم میخوایم با همدیگه بررسی کنیم و نکته مهمی که میخوام خدمت شما عرض کنم این هست که این ویدیوها ظاهرا داره این پیام رو به ما مخابره میکنه که نه مثل اینکه که سیاست گذاری هایی در قبال باکو فهمیده شده که باید تغییر بکنه باید تغییر بکنه به این شکل این بازی نباید جلو بره و ایده در ایران این رو به خوبی فهمیده. و میخوان تغییراتی ایجاد بکنن دوستان در ویدیویی که میخوایم با هم ببینیم حالا صحبت های مطرح میشه نکاتی گفته میشه بعد از نظرهای رهبر ایران رو خواهیم دید اما مسئله مهمتر اینجا هست که در بخشی از این ویدیو شما ادعی رو میبینید که آمده کنار رود ارس فکر کنم اولین بار باشه که تلویزیون ایران داره همچین چیزی رو پخش میکنه بعد عده ای رو در ایران دارن در آغوش میگیرن گریه میکنن با هم صحبت میکنن میگن خیلی خوشحال هستیم که به اینجا اومدیم و آرزو میکنن که یک روز به سرزمین مادری خودشان ایران ملحق بشون ببینیم ویدیو رو بعد نکات بیارم که خدمت شما کرد من ابتدای صحبت های این فرد که قرار رو برای شما میخونم میگه که بدین وسیله برپایی دولت مستقل در جمهوری آذربایجان رو رسما اعلام میکنم این آغازی هست بر ماجراهایی که دنبال دار شده آمده است آمده است آمده است و رسیده است به این نقطه ای که باش روبرو رو هستیم از اینجا ویدیو به بعد رو با دقت ببینید لحظاتی هست که عدهای در کنار یک رودخانه دور هم جمع شدن رودخانه که برای همه ما آشناست ببینید ویدیو رو

saklarımız namaz kılanda bir qədər önünə baxdılar. Orusplanıq tutdurlar. Nə biləmiyim, məhərrəmlik qaydalarında imamın qatı günlərində biz onu, gedi deyədirəm ya, biz tutdular, qoy bunlar. Başlara qoymurlar. Baş belə necə olar ki? Biz İranlı qardaşlarımızdan fayx edirik. Bizi İslam dövləti kimi, İslam milləti kimi qəbul edəsiniz bayraq altında. Fayx edirik, çömərləşdə alzaqıb bizə. Aha biz dözə bilmirik. Yaxı biz də İslamlıq, biz də hərbətətdik. Biz də alışıq yayı. Xalq bu baxış azın videonu deyirik. Dostum, doz tut nöqtə dərsə mənim təvəccüh karı ya nə mən azüyə به خودمون ترجمه سعی میکنم جلو برم حرفی که این مردم زدن رو مطرح کردن رو خدمت شما عرض کنم یکی از اتفاقات عجیب و غریبی بود که در کنار پرچم باکو عکس رهبر ایران رو روی دست گرفته بودن این عکس‌ها رو می‌بوسیدن و تاکید میکردم برای اینکه ما خواهشمون این است که ایران این رو پیگیری بکنه که ما بتونیم بخشی از این سرزمین باشیم ما بتونیم بخشی از کشور ایران باشیم. این خیلی عجیبه چیزی که یعنی خیلی عجیبه که شما 100 سال پیش یک نقطه ای رو از ایران جدا کردی مردمی در آن نقطه سالها بعد بلند شدن اومدن لب اون مرز شروع کردن گریه کردن ادهی هم از ایران رفتن آنور اونها رو در آغوش کشیدن و با هم صحبت کردن پیرامون اینکه کاش بخشی از سرزمین ایران باشیم نکته رو قبلا خدمت شما عرض کردم به نقل از علی متحری که ایشون تعریف میکرد میگفت از آقای هاشمی رفسنجانی خودم این نکته رو شنیدم که در یک جلسه حیدر علیف پدل این بیشرف نمک به حرامی که الان در راس باکو هست میاد پیش آقای هاشمی میگه که آقای هاشمی ما از شما درخواست داریم که این مسئله رو پیگیری بکنید که ما الحاق بشویم به ایران تنو بدرمون میلرزه این حرفا رو داریم صحبت میکنیم پیراموش یعنی تاج سر ما یک بازه زمانی میاد پیش ما خودش میخواسته که برگرده به این به صلاح خود اون وطن میخوام صحبت این افراد رو با هم بشنم بعد نکاتی دارم برمیگردیم امروز نکاتی دارم که خدمت شما ارسام کرد بخش از متن رو برای شما میخونم میگه که این ترجمه حرفایی است که تو این ویدیو مردمی که آمده بودن که آره روده عرست داشتن کرد. میگه خدا یا شکرت نمردیم و این روزها را دیدیم الله بیشتر از اینها رفت آمد خواهیم کرد خدا را شکر همدیگر در آغوش کشیدن اومدن که روز رس... چجوری میگم رسان مرز رو زدن کنار تقسیمات جغرافیایی چیه مگه من آفریقا هستم که یه قیچی اینوری بندازی یه قیچی اینوری بندازی یه مربع اون وسط بسازیم این بشه یه کشور یه قیچی از این و یه قیچی اون یه مثلث بسازی بگین یه کشور چقدر ترتمیزی چه مرزی خوشگلی مشخصه یکی قیچی زد این وسط نه من این شکلی نیستم من ایرانم من حوزه تمدنی مشترکی با دیگرانی دارم اینو نمیتونم فضیه مرزی که ساختی برای خودت محترم برای خودت من اینا رو قبول نمیکنم او ساخته است با چه هدفی چون به انرژیش نیاز داره چون به سرمایهش نیاز داره چون به داشته هایی که اونجا هست نیاز داره که ببره در کشور دیگری استفاده بکنه در نقاط دیگر ازش بهره ببره و به خود این مردم هم نده این مردم هم درگیر بدبختی هایی بکنه این مردم اینها رو میفهمن ادامه ترجمه شو شما میگه می که تا همین ده سال پیش ریش سفیدهای های ما را به جرم خواندن نماز دستگیر میکردن در ایام محرم وقتی عزاداری میکردیم ما را دستگیر میکردن اجازه نمیدادن به مسجد برویم الان هم داستان همین شکلیه الان توی باکو شما پرچمه، پرچمی که نام امام حسین روش باشه رو در خیابان اجازه نداری بیاری ولی پرچم همجنس بازه و ترکیه آزاده حالا در پرچم همجنس بازه و ترکیه چه چیزی هست که اونها آزاده ولی پرچم امام حسین رو شما حق نداری بیاری این در اون خوش قابل تعمله و این داستان در اون سالها هم بوده این دین ستیزی عجیب و غریبی چرا چون میفهمید که این وچه شرکش با ایرانه اینو باید بزنم که ما از برادران ایرانی میخواهیم ما رو همونند یک دولت و ملت زیر پرچم خودشان بپذیرند عجب حرفی داره میزنه اومده که ما رو رو در است تمنا میکنه اینهایی که اینور رو هستن اومدن همدیگه رو در آغوش کشیدن با هم روبوسی تمنا میکنه میگه که اونایی که توی ایران هستن ما رو به عنوان یک دولت و ملت بپذیرن ما خواهش میکنیم به ما کمک کنن ما بیش از این تاب و تحمل نداریم ما هم مسلمانیم و از امت محمد هستیم ما هم شیعه علی هستیم بخشی از صحبت رهبر ایران که در اون سالها در به صلاح خود اون پخش شده و تلویزیون ایران حالا داره پخشش میکنه با هم خواهیم دید ولی یه چیزی رو میخوام خدمت شما عرض کنم آقا اسرائیل در این سالها چیکار کرد در باکو یک بخشی اقداماتی هست که پانتورکا انجام دادن با حمایت میت ترکیه و سرویس اطلاعاتی که آن سوی مرز نشسته یک بخشش اسرائیل بود چیکار کرد اومد نگاه کرد گفت بابا ما هر کاری میکنیم این مرز رو بین اینها بسازیم اینا مرز پذیر نیستن هر بلایی سر اینها میاریم دین رو سعی میکنیم ازش بگیریم هویت مشترک رو سعی میکنیم بگیریم فرهنگ رو بگیریم اینا مرز نیستن باز هم عکس آقای خامنه ای رو میگیرن دستشون میرن لب مرز میگن که ما و شما یکی هستیم چیکار باید بکنیم راهکار اینه که یه کاری بکنم اینا از کشور مادر متنفر بشن کشور مادر رو دشمن تشخیص بدن بعد از اینکه کشور مادر رو دشمن تشخیص دادن نسبت به چجوری بگم داشته های مذهبی خودشون متنفر بشن داره از یه راه دیگه وارد میشه دیگه داره تلاش میکنه بیدینی رو اونجا رواج بده یا سعی میکنه یه اسلامی رو رواج بده که اون اسلام هم حسین ابن علی را دوست دارد هم در کنار اسرائیل رو داشت این دوتا همخوانی نداره یکی شو برند نه اون هر دو تا شو سعی میکنه اخیرا عکسی منتشر شده من دیدم بعضی توی فضای فارس زبان خوشحال شده بودن از این عکس عکسی از مربوط به یک خواننده زن که از رژیم باکو بلند شده اومده حرامه حضرت معصومه عکسی رو گرفتم متشکر بعضی گفتن که خب خوبی نشونه خوبیه اینا بلند شدن اومدن چت جالبی بعضی دیگه گفته نه اون کسی که کنار این هست در این عکس دیده میشه او یکی از همسر یکی از چهرهای مطرح سرویس اطلاعاتی ترکیه است من اینا رو نمیدونم اینا چیزایی است که گفته میشه ببخشید جمله رو اصلاح کنم همسر یکی از چهرای مطرح در سرویس اطلاعاتی باکو آمون همش شایعه باشه من صرفا دارم میگم و این بازیگر حالا میریم جلوتر روسای پیش رو احتمالا اطلاعات بیشتری منتشر میشه دقیق میکنیم داده هامون رو صرفا داریم میریزیم روی میز حرفی که زده شده درباره این خواننده این هم داره مطرح میشه که خب این از جمله کسانی بود که توی ماجرای قرهباغ سعی میکرد هایی رو بخونه در روسیه منافع رژیم باکو که به اصطلاح خودم خواسته های اونها پیش برود آقا این چه چیکار میکنه چی داره ترویج میکنه چه مدل رو میخواد یاد بده مثلا شاید مثال دارم میگم شاید میخواد این رو توضیح بده که تو میتونی با این سبک زندگی من بیای جلو اینجا داشته مذهبی هم داشته باشی دیگه ما اشتراکات و این که مثلا اون نگاه ظلم ستیزانه کربلا و عاشورا این حرفا که ایران میزند دیگه بریز دور اینا به تو نمیاد اینا اصلا تو باش کاری نداشته باش چرا درباره یک حسینی صحبت میکنی که آن حسین مقتدری بوده است که تا لحظه آخر در مقابل ظلم ایستاده و در خون خودش غلطیده نه ما از یک حسین مظلومی صحبت میکنیم خیلی مظلوم بوده ایشون به رحمت خدا رفته حالا تو محرم یه عزاداری براش میکنیم دیگه دیگه بیشتر از این پیچیدش این اون چیزیه که اونجا دارن رواجش میدن چرا چون این ضربه خوردن بعضی بعضیا من دیدم که جاهای مختلف نمیفهمن پشت پرده این ماجرای ترویج بیدینی چیست اینها هرگز اتفاقی نمیتونه باشه اینها کاملا هوشمند است او داره تلاش میکنه باورهای ملتی رو ازشون بگیره که این ملت ها در این منطقه از داشته مشترکشون با ملت ها به نام دین نان خوردن برکت دیدن تو باکو داره اینو میگیره خروجیاش این یا داریم میبینیم یا نه یا ملتی ما وقتی دینو ازش گرفت بیدین نگهش نمیداره آقا حواس جمع کن نصف کسایی که توی باکو وهابی شدن اینها مثلا شیعه نبودن اول بیدین شدن بعد رفتن وهابی شدن تو یک پروسه ای اینها رو میبره در نقطه قرار میده که اتفاقا دیندار میشوند و دینی براشون تعریف میکنه که در اون دین اگر تو رو بکشن میرن بهشت اینا در حوزه تمدنی تو بودن چی در اتفاق میفته سالها روی این بازی کار کردن بریم ادامه ویدیو رو ببینیم صحبت رهبر ایران صحبتی تاریخی که به شدت در خودش مهم هست گردم. این آو محلیه و آو کوچیه. محلی خیالان و قربانان کجاست؟ گردم. اختارک آتاب بابانن، عینیم دافسیلی، و زیارت کنم. سهیونیست ها سهیونیست هم بیکار ننشستند و با برگزاری همایش ها و رویدادها تلاش می روایت دیگری از غربا ارائه کنند روایتی که در آن نه نا نامی از ایران است و نه نشانی از توطعه های پشت پرده یا هرچند هیچ کدام از اینها مرهمی بر دل صدها هزار آواره آذربایجانی نخواهد بود دوست اجازه من بخش صوت رهبر ایران رو بزنم که با میگه من خودم به آن محله و کوچه رفتم محله و خیابان و کوچه قره ها گشتم و در به خانه اجدادی رو پیدا کردم و زیارت کردم بعد رهبر ایران اینجا تذکراتی میده میگه اتفاقاتی داره میفته از سوی ارمنی ها که این اتفاقات رو ما صحیح نمیدونیم و هوشیار میدیم میگیم که باید داشت مقابله بشه آقا این ایرانی که این روسا دارید علیهش دوم تکان میدهید پدر سوخته بازی و سعی میکنید مردم باکو رو علیهش بسیج بکنید و سعی میکنید نقشش در ماجرای قره را بیرنگ بکنید همون ایرانی که اینجا از شما دفاع این حاکمیت نمک به افتاده دست یک ای بی, بی همه چیز که حالا چشم بسته بر همه خوبی هایی که ایران به مردم این سرزمین کرده تالشی ها اما این رو میفهمند با کوی ها اما این رو میفهمند مردمی که در لنکران هستن شرافت دارن این رو میفهمند مردم نقشوان میفهمند و یک جای این ماجرا خودشون نشان خواهد داد ادامه این ویدیو رو با هم دیگه ببینید ویدیو فوق که فکر می کنم حسابو جای باشه خیلی خوب بخشی از این ویدیو رو با هم دیدیم میگه برای رسیدن به پیروزی باید همه مردم آذربایجان همکاری کنند باید دولت همکاری کند مبارزه بی شرفانه بر سر قدرت طلبی باید متوقف شود فرد دیگری که در این ویدیو دیدیم میگه که من دوباره میگویم این را یک بار برای همیشه باید بدانن آنها که دلسوز این خاک هستن بدانن ما نه از ارمنی ها و نه از روس ها شکست نخوردیم ما قربانی خیانت های بی های داخلی شده ایم. اون چیزی که برای من خیلی جالبه نکته ای هست که آخر این ویدیو روی تصویر قرار میگیره و اشاره کرده به اینکه صدها هزار آواره آذربایجانی دهها سال است که در انتظار بازگشت به خانه های اشغال شده خود به سر می‌برند. من یه چیزی داخل پنتس خدمت شما عرض کنم آقا اون چیزی که ما در طول این سال ها انجام دادیم حمایت از جمهوری باکو از ماجرای قرهباغ بوده علتش چیه علتش واضح ارز کردیم قرهباغ خاک اسلام است باکو هم خاک اسلام است الان کجاست این خاک اسلام در اشغال سهینساس مردمش دارن این رو میفهمن و مردمش داره این رو میفهمن در اشغال چه کسانی است در اشغال اردوغان هست در اشغال کسانی هست که دشمنان مردم باکو و دشمنان مردم ایران هستند کار هوشمندانه سعی کردن در حوزه رسانه انجام دادن سعی کردن از ایران دشمن سازی بکنن دشمن نمایی بکنن سعی کردن که نقش ایران رو در آن چیزی که رخ داده کمرنگ بکنن سالیانی بوده که اینها درگیر جنگ بودن ما وقتی که دیدیم دوچار بحران شدن در تامین نان خودشون در تامین گندم خودشون به این شکل نبوده که ببریم گندم و آرد بهشون تامین به اصطلاح خودمون تحویل بدیم بردیم نانوایی به نانوایی تخلیه کردیم انگار که مثلا محله خودمون آقا این کامیون ها رو ببر تو این مسیر اینجا که میگن شما تخلیه کن نانوایی ها نان داشته ما به این شکل کار کردیم امروز این جماعت وطن فروش جمهوری باکو رو تبدیل کردن به مرکزی برای رژیم سکینسی و وهابی ها و تکفیری ها و تجزیه طلب ها که بیاین در کنار یکدیگر بنشینند علیه ایران اقدام بکنند ارمنستان همون ور شده وسیله که از طریقش مردم این سرزمین تحریک بشوند این بازی باید خاتمه پیدا بکنه این بازی باید خاتمه پیدا کنه آن کسانی که در رأس جمهوری باکو نشستند شرارت انجام میدهند قطعا و یقینا به خاطر این حجم از بیشرافتی و ناسپاسی سیلی خواهند خورد من فقط یه چیزی داخل فانتز خدمت شما عرض بکنم این ویدیو من رو امیدوار کرد وقتی نگاه میکنیم شبکه قرآن ایران هم مدل همین ویدیو رو میاد به اصطلاح خودمان نشان میده درباره باکو اثر نظر میکنه چیزهایی به مخاطبش ارائه میده این نشون میده که سیاست گذاری هایی در ایران فهمیدن که باید تغییر بکنه ایده فهمیدن که باید سیاست گذاری ها رو تغییر بدن به شیوه دیگری به مسئله نگاه بکنن نکته دیگه ای ندارم اگر اساس که این نکته هست در قالب پیام برای من بفرستین کمک بکنید که این ویدیو و پیام های شما کامل تر بشه خیلی مخلصم خیلی ارادت دارم وقتتون بخیر